درود به هموطنان عزیز ساعت اولیه روز جمعه 13 همه دی 1398 در حالی ما از خواب بیدار شدیم که خبر تکان دهنده شهادت حاج سلیمانی سردار سلیمانی همه ما را شکه کرد همه ایرانیان در داخل و خارج کشور و حتی این خبر خبر اول رسانه‌های جهان شد امروز بعد از چهار سال و در چهارمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی در خدمت یکی از یاران و دوستداران ایشان سردار احمد خورشیدی هستیم احمد خورشیدی آزاد از رزمندگان جبهه و جنگ جانباز و تورستیان اقتصاد سیاسی خوش آمدید خیلی متشکر سلامت دست شما درد نکنم بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند آل عبا خدای روزیده رهنما سلام و عرض عدب دارم خدمت جنابالی دوستانتون و بینندگان عزیز و ملت عزیز ایران سردار ساعت حدود چهار صبح بود که من شخصا به یاد دارم که یکی از بزرگان که ما ارتباط فعالیت های اجتماعی با هم داشتیم زنگ زد و گفت که چه خوابیده ای که چنین اتفاقی افتاده و سردار سلیمانی رو به شهادت اسم داد. خب طبیعتا ما هم با توجه به حوزه کاری و فعالیتی و خبری که داشتیم خیلی سریع این خبر رو منتشر کردیم. لحظات بسیار نفسگیر و شکر کننده ای بود. شما به یاد دارید؟ بله من اون شب یادم <coughs> هست که نصفی شب یه دفعه بیدار شدم، موبایل باز کردم بعد دیدم دست بریده ی حاج قاسم که زیرنویسم زیر کرده فوری متوجه شدم که ایشونو شهید کردن، گرچه ما منتظر بودیم و برای ما به عنوان بچه های جبه و جنگ معلوم بود که حاجی را شهید خواهند کرد به خصوص بعد از پهپاد فوق پیشرفته آمریکایی ها رو بچه ها روی خلیج زدن و انداختن قهر دریا و در واقع این اولین برخوردی بود که در طول دیوی سال اخیر با آمریکایی ها میشد و یک کشوری چنین برخوردی را کرده بود اونم به حسلا پهپاد فوق پیشرفته اسکیو 188 به بله. 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 خب مسائل از دو زاویه گاهی بررسی میشه ما به عنوان یک جورنال مایلیم که از یک زاویه دیگری این قضیه شهادت سردار سلیمانی و مسائل بعدش رو مورد بررسی قرار بدیم در چارچوب توجیه و تعریف و نمیدونم تعصب ایدئولوژیک اگر ما نخواهیم صحبت کنیم در قالب یک حالت رئالیستی و واقع گرایانه تصویری که ما در ایران شاهد بودیم تصویر تکرار ناپذیر است شاید ما چنین حضوری بله. سوی مردم در کل کشور نداشت جنازه آن نگاه مردمی و آن نگاه واحد مردمی فارغ از جناح بندی سیاسی که از تاجزادی اصلاح طلب زندانی گرفته تا سردار احمد خورشیدی در آن حضور پیدا کردن رو حفظ کردیم اون حالت رو ببینید موضوع حاج قاسم سلیمانی یک الگوی قابل تبعیته حاج قاسم سلیمانی به مسائل کشور به منافع کشور از دیدگاه جناهی اصلا نگاه نمیکرد از دیدگاه منافع ملی نگاه میکرد لذا این بود که اون جمله مشهور ایشون هست مانه. که چیه میگید این با حجاب اون بی حجاب این اصلاح طلب اون اصولگراست این چپ اون راست اینها یعنی حاجی واقعا اینجوری بود و این دیدگاه هم هست که خب دقیقا همین تفکر اون جمعیت رو کشون سال من دقیقا بعد از اونه یعنی آه. ما،, ما یعنی جمهوری اسلامی تونستیم اون اتحاد اون اون رو تعمیم بدیم به مسائل دیگر نه متاسفانه اونجوری که حضرت آقا فرمودن آج قاسم سلیمانی مکتبه اون مکتب مؤلفهاش هاش رعایت نشد توی کشور ما در حوزه های سیاسی اجتماعی اقتصادی امنیتی اون رعایت نشد ما آنچه که مشخصه یک نگاه مزاهمی داریم توی کشور که من ازش به نگاه تنگ نظرانه و بهتر بگم نگاه خانه خراب کن یاد میکنم اون نگاه خانه خراب کن یه بخشی از جامعه را کنار میزنه و اصلا نمیدونم آیا بخش دیگری را قبول داره و جذب میکنه یا نه مثلا من همین اواخر اخبار مربوط به باغ کتاب را متوجه شدم باغ کتاب مجموعه ایست نزدیک کتابخونه ملی شهرداری زده و اونجا خب کارهای فرهنگی خیلی خوبی انجام میشه و سالنای انفیتئاتر و سینما و کتابخونه و و درون یه کار مدرن فرهنگیه که جوانها رو اونجا رو جذب میکنه اون وقت به من گفتن که یه دفعه 180 نفر نیرویی که تحت عنوان آمر به معروف و نایی از منکر بوده ریختن اونجا بعد حالا ضمن اینکه که برخورداشون برخوردای خلاف شرعی بوده و یه دی جوون از اونجا گرفتن پرت کردن بیرون بعد حتی به این توجه نکردن که آقا امر به معروف و ناهی از منکر شرایطی داره <coughs> بر اساس نس سری اگر شما احتمال اثر میدی باید اقدام بکنی اگر احتمال اثر نمیدی نباید اقدام بکنی مثلا میگه حروم اقدام کردنش من نمیدونم بعضی ها این نمونه است که دارم بله متوجه در سایر حوزه هم همینطوریه یعنی شما مثلا میخواید مشکل اقتصاد بررسی کنی یه دفعه می‌بینی مثلا توی مشکل اقتصاد دو سه تا کارشناس میاد از یه دیدگاه خاص سیاسی بعد اون بر اساس اقتصاد ایران را بر اساس نگاه محدود سیاسی تبیین میکنه اون وقت نمیگن که آقا دو سه نفر دیگه هم که مخالف این نظر هستن اونا هم باید بیان اونا هم نظر بدن و در سایر حوزه هم همینجوری ببینید آقای مهندس ما در تاریخ انقلاب اسلامی خیلی داریم که افرادی به عنوان انقلابی تونستند چونترین و افرادی ترین مخالفین جمهوری اسلامی را قانع بکنند من مثال میزنم تا روشن بشه ببینید ما تو کردستان بودیم کردستان خب کمول دموکرات مشی مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی داشت ما کردستان چهل هزار شهید دادیم تا آرام شده بحران خوابیده تو همین کردستان کمول دموکرات کیا بودن؟ کمول دموکرات جوانای همین مملکت بودن که بر اساس تبلیغات سوء و نگاه غلط رفته بودن دست به اسلحه برده بودن در یه شرایط خاصی قرار گرفته بودن شده بودن چیری که مخالف جمهوری اسلام من اما ما توی همونا آدمی داشتیم که اینا اومدن اصله برداشتن کومول دموکرات بودن اومده بودن توبه کرده بودن یا توی درگیری ها دستگیر شده بودن آدم کشته بودن بعد اینا اومده بودن توی زندان یه نفر پیدا میشه یا آدم هزبولایی به نام حاج اسماعیل اسفندیاری که فرمونده اطلاعات کردستان برنامه ریزی میکنه که از اینها یه یگان الله درست بکنه این یگان الله بره با کمول دموکرات بجنگه کار ایدولوژیک و کار اقناعی با اینا میکنه مثلا میشینن با هر کدومش هشت ساعت ده ساعت بحث میکنن راجب نظریاتی که اینا داشتن اصلاح میکنن نظریاتم بعد این یه یگان تشکیل میشه میره به جنگ کومولو دموکراس بیش از دیویس خورده شهید میده ببینید چی دارم میگم شهید میده یا مثلا شهید دقایقی مگه کار چی بود بله. شهید دقایقی او سرای عراقی که از ایرانیها ها کشته بودند شهید کرده بودند اومد سرباز برای جمهوری اسلامی درست کرد من اینو در ناسبه تمام این می میبینم حالا این های ما که خیلی عالی هن. اصلا بدورن از این بحثی که من میکنم و جوان نظرات مختلفی داره ببینید آقای عبداللهی جوان بیکاره بعد کلی زحمت کشیده لیسانس گرفته فوق لیسانس گرفته بعد اون وقت هر روز میشنوه که در جمهوری اسلامی در فرانجای وزارت وزارتخونه اختلاس سه میلیاردی دلاری ها دلاری دارم عرض میکنم چای دبش یکی از ایناست شما اگه مسئله اویل پال یعنی روغن پال رو بررسی کنی سه چهار برابر چای دبش اختلاس درش وجود داره و چیزای این داره میشنوه این چطوری تحمل بکنه نمیتونه تحمل بکنه کی را مقصر میدونه همه نظام را مقصر میدونه فقط من سردار خورشیدی را مقصر نمیدونه همه را از رأس بگیر تا پایین مقصر میدونه خب این شما چه انتظاری از یه چنین فردی دارید بعد اگر یک اعتراضی بشه شک نکنید یه همچی جوانی سرباز یه چنین اعتراضی خواهد بود بلکه تبدیل به اختشاشش خواهد کرد ولی شما بدونید این اختشاشگر نیست بنده به عنوان کسی که دیگه برای جمهوری اسلامی به قول دوستان دامن تکوندم یعنی هر چی داشتم دادم دو برادر شهید دادم سه برادر جانباز دادم خودم نبدی یا ما جبه بودم من مخلص آقا هستن من دوست عاشق آقا هستن منو میشناسن من دارم میگم ای جوانها ها هیچ کدومش اختشاشگر نیستن خدمت. هیچ کدومش اختشاشگر نیستن ببینید فرض کنیم ترینش. اونا بودن که آتیش زدن آقا میری نگاه میکنی میبینی چرا این آتیش زده رفته پول گرفته بعد این کار رو انجام داده چرا پول گرفته چرا به من بگید چرا چرا این رفته پول گرفته برای که نداره همشون پول نگرفتن همشون پول نگرفتن داشتن. بعضی هاشون هم اعتقادی هن یعنی احساساتی شده هیجانی شده, شده بعضی هاشون اعتقادی هستن عصبانی شده عصبانی شده. شده اون وقت شما من بیام اینو حالا میگذنیم اون تیکهی که دیگه خیلی خشن رفتار شده اومدن مثلا بچه بسیجی رو گرفتن مثلا پارش بالده. کردن اونا من نمیتونم دفاع بکنم یعنی هیچ دفاعی ولی خیلی خوشون نیستن آقا من خودم دیدم من تو سی و خرداد سال شهست که سازمان منافقین اعلام مشی مسلحانه علیه نظام کرد در همین تهران صد هزار نفر مسلح اینا اومدن تو خیابون از تیغ مکدبوری داشتن تا تیربار در شیراز هشت هزار نفر از اینا اومدن توی خیابون علیه جمهوری اسلامی تظاهرات مسلحانه کردند همینا رو را بعد می دیدم که بچه ها توی زندان بچه های سپار روشون کار میکنن باشون بس میکنن به جای اینکه بگیره شلاق بزنه بس باش میکنه من میدیدم آدمی که هشت ساعت نشسته با یه هوادار منافقین که تازه از خونه تیمی اومده بیرون شعار مرگ بر خمینی میده مرگ بر امام میده نشسته صحبت کرده با این و قانعش کرده که داره اشتباه میره و اجازه نداده که توی بازجوییش بنویسه من هوادار منافقین هستم چرا؟ برای اینکه طبق حکم امام در اون سال هر کسی گفت من هوادار منافقینم حکم چی بود؟ اعدام بود ای بازجوهای ما توی سپاه خودشون میکشتن که این بچه نشه. ها ننویسن اینو خدایا تو شاهدی من به چشم خودم دیدم بازجویی ای را که داشت التماس میکرد به این منافقه میگفت که تو را قرآن اینو ننویس من شرمنده تو تو قیامت نشم اینو ننویس مثلا در مورد آش کازم زد... آقای کازمی زدید آره، کازمی. یا مثلا سردار کازمی خب میدونید سردار آج احمد کازمی فهمون نیرو زمینی خدا بیامرزه ایشون قبل از انقلاب ساوا گرفت یه ما داشت شکنجش میکرد که غذای شب روزش خون بود خون بالا می آورد نجف آبادی ها گفتن مرد ای دیگه ای شهید شد دیگه بعد زد و انقلاب شد و اینا حاج احمد شد فرموده این روز سپاه و یه روزی تو محل کارش نشسته بود گفتن آقا یه نفر دم در اومده از نجف آباد یه پیرمردیه فامیلش فلانیه حاج احمد فهمید که این همون شکنجهگرش بوده شکنجهگرشه بله. گفت بیاری تو اومد تو اول پرسی روبوسی تحویل گرفتن این کیه این شکنجهگر حاج احمد بوده که داشت حاج شهید میکرد بعد گفت که بفرمایید آب و چایی و فلان و اینها گفت آقا فرمونتون فرمونتون آقا دستورتون گفت که آی کاظمی من پسرم افتاده سیستان بلوچستان این قرارگاهی که شما تو شرق دارید بعد خبر شهادتها ها و درگیری ها به گوش خانمم میرسه خانمم ناراحتی قلبی داره بعد خیلی داره اذیت میشه اگه امکان داره دستور بدید ایشونو بیارن اصفهان بعد میگه چشم میگه چشم انجام میده انجام این نمونه مثال هایی که میزنیم برای چیه اینا اینا چی شما اینا را میگیم برای مدیران جمهوری اسلامی برای کسی کسانی که تو کار اطلاعات کار میکنن امنیت کار میکنن کارهای انتظامی میکنن برای این عزیزان من دارم میگم حواستون باشه اینایی که میان گاهی موقع ما باشون برخورد میکنیم اینا بعضیاشون من تو اینا بودم من با اینا بودم من تو جبهه با هم اینا بودم تو جبهه شما فکر میکنه مگه همه نماز شب هم بودن ما تو جبهه حسین تاکسی داشتیم میدی کمونیست داشتیم انواع و اقسام آدم ها داشتیم ما آدم داشتیم نماز نمیخوند ای خلق الله بدونید شما بسیجی بود بعد رفت شهید شد آدم داشتیم که میخواست نماز بخونه لات بود میومد موره ایطور پرت میکرد پرت میکرد الله اکبر نماز یه جوری میخوند و بود بعد اینا چی؟ اینا کسایی بودن که اومده بودن از وطن ما دفاع کنن دفاع کردن مردونم دفاع کردن بعدم شهید شدن مرحوم آیت الله مشتهدی رزوان الله تعالی علیه فرمود که تو کربلا هم عرق خورا و لاتا اومدن از امام حسین دفاع کردن نماز شبخونه رفتن استخاره کردن مثبت نیمد یادمون باشه اینا یادمون باشه من یه حرفایی که دارم میزنم نفی تددیون نیست به هیچ وجه نفی نماز شب نیست به هیچ وجه نفی معنویت نیست به هیچ وجه میخوام بگم که این سیره ای که پیامبر اوورد ای سیره را کی آورد؟ ای برخوردهای خوب کی آورد؟ پیامبر آورد امام علی آورد من رفتم یه سوپری وقتی هایی که مخواستم خریدم حساب کردم گفتم یا علی آقا خیلی ممنون یه جوونی اونجا وایستاده بود بعد به من گفت علی کیه دیگه بعد گفتم بهش علی یه پهلوان بود با معرفت بود بعد گفت که مگه همین امام شیعیان امام شما رو نمیگیم گفتم بله گفت که کجاش پهلوان بود کجاش جوان مرد بود گفتم ببین داداش همین علی اومد روزه گرفته بود با خانمش فاطمه بعد خواست افتار باز کنه یه فقیری اومد دم در کل قضا رو ورداشت داد به فقیر او شب و اینا گرسنه چیز کردن شب دوم دوباره میخواستن افتار باز کنن دوباره یه فقیدی اومد اونم داد شب سوم اونم داد بعد این علی ثروتمندترین ملتی, ملتی ترین آدم عرب بوده اما ساده زندگی کرده گفت من میشه؟ گفتم آره گفت چطور؟ گفتم همه علی که شما میگید توی نخلا داشت میرفت هسته های خورمایی بار زده بود داشت میرفت که بره این هسته ها بکاره یه عربی ازش گفت علی چه داری بر این شطرها گفت که هسته های خرمایی که علی میرود اینها را میکارد و تبدیل به درخت خرما میکند در حالی که از قبل بین فقرا تقسیم شده است گفتم ای علی جوری قابل احترام نیست گفت به خدا مرده گفت به خدا مرد <applause> میخوام بگم که میخوام بگم که اگر ما درست بشناسونیم جوونا عالی هن دخترا عالی پسرا عالی هن ما هن هیچ مشکلی هم ندارم شما را به حضرت عباس این برخوردایی که دارید میکنید سر مسئله حجاب نکنید ای برخوردارا نکنید اگر اقتصاد درست بکنی من قبول دارم یه عده حتی اگر اقتصاد هم درست بشه یه هفتش درصد نیستن اونا ام... چیه جنش اینه جنش مخالفته طبیعیه اصلا کلا طبیعی. در همه کشور همیشه اما مخالف همیشه هست اما شما انتظار داری اقتصادت را اینجوری ویران کرده باشن فاسدا حاکم شده باشن قاضیش میری رشوه میگیره ببخشید سردارش میری رشوه میگیره رئیس ادارش رشوه میگیره شما من خودم به عنوان کسی که توی کشور ببینید نوید یه ما جنگیدم الانم خم به جمهوری اسلامی بیاد من تب میکنم من نمیتونم اصلا تحمل کنم من دارم میگم من دارم میگم ما اگر مشکل اقتصادیمون حل بشود بهترین راه مقابله با بد هجابی ایجاد اشتغال است عدالت است شما عدالت را رواج بده جاری کن ساری کن ببین تعداد با هجابات چقدر میشه شما این کسی که سه و هشته میلیارد دلار از پول این مملکت را تو داستان چای دبش به باد داده بیا در مله عام اعدامش کن ببین طرفدارای جمهوری اسلامی چند درصد دفت افزایش پیدا میکنن من اینجا یه نکته بگم بله. همینجا هم شما خستگیتون بگیرید یه ذره از اون شربت هم میل بفرمایید بله ارزم بزرگتون ما سلطان سکه سلطان چه میدونم سیمان سلطان قیر سلطان جیرا اعدام کردیم واقعا با برخورد با فاسد حل میشه یا برخورد با فساد باید بشه ببینید شما من یه یه نفر آدم نمیتونه این همه پول که سرمایه کشور بوجه یک کشور عربی باشه درصد در سه و هشت شاید بودجه چند کشور بشه گاهی سه و هشت هم میشه صد و و هزار میلیارد تومن میشه هزینه ای ایجاد شغل 925 هزار شغل 925 یه نفر هزار شغل. آدم نمیتونه این کارو رو بکنه نیست یه نفر نیست منظور من همینه یه نفر بس من با شما جمعه. فساد جمعه. و فاسده این آه. را ایم. ببینید ما من نمیخوام بگم که فساد سیستمی هست نیست میخوام ایجوری بگم حضرت عباسی میخوام بگم ادارات ما اکثر ادارات ما دادگاه های ما یه جوری است که شما اگر بری میخوای حقت بگیری باید پول بدی اگه یه آدم خوبی پیدا بشه کارش درست انجام بده توی او اداره منکوبش میکنن توی اون اداره به هاشیه میروننش آدم شما الان دولت آقای رئیسیه ما از کسایی بودیم که برای آقای رئیسی خودمون تیکه پاره کردیم که رای بیاره ولی همینجا وقتی انتصاباتش نگاه میکنی بینی در اکثر انتصابات اینا که اومده مدیر عامل هولدینگ میشه هیئت مدیره هولدینگ میشه مدیر عامل شرکت میشه کلی پول زیر امرشه میبینم اکثر اینا آدم های ملتی یعنی پول دارن پول دارا را دارن منصوب میکنن یه مسئله از اونور ور که بعضی ها پول میگیرن پست بخش میکنن خب چقدر شما وقتی اینا رو میبینی به این نتیجه میرسی که ای حرف درسته چقدر شایعه درسته الان اینجوریه یعنی الان بحث اینه که شما باید با موضوع فساد مقابله بکنید بله. وگرنه بحث مفسدین که خب بودن, بودن. طبیعیه که مفسد باید بگیری ار... و با آه، چین یه کشور کمونیستی مگه نیست چین قانون داره هر مدیری اگر به اندازی صد هزار یوان رشوه بگیره یا رانت بخوره اثبات بشه اعدامش میکنن قانون صد هزار یوان میشه 49 میلیون تومن ایران مسئولین ما به من جواب بدن که اگر کسی در ایران چقدر باید دزدی بکنه تا شما اعدامش بکنید به من بگن اصلا قانونی ما وجود نداره در این زمینه کشورهای آسیای جنوب شرقی همشون چین، ژاپن، سنگاپور از اونور برو تایلند، تا تایوان، تا مالزی همه اینها برای میبینید رشد کردن علتش دو تا چیزه یکی اینکه فاس با فاسدا برخورد عملی شده یکی اینکه تولیدشون را تقویت کردن ما نداریم من به عنوان یه محقق عرض می کنم من به عنوان یه محقق عرض می کنم ما اگر به جای روزی یک و نیم میلیون بشکی که نفتی که می فروشیم ده میلیون بفروشیم ها. بعد بهترین آدم ها را بیاریم سر کار ولی همینطوری یله و رها باشه و زمینه فساد باز باشه هیچ اتفاقی تو ایران نمیفته که هیچ بد و بد و بد و بدتر میشه دست شما در نکنه خود به خود مسائل ما اینقدر به هم گره خورده که اگه ما بخوایم در بزرگداشت سردار سلیمانی که با دیگه بریم سر سر صحبت آره نه اصلا بحث اون همینه حالا همین های کم میگیم میگم که اینقدر به هم مرتبطن آره. که آدم نمیتونه رهاشون بکنه آره. خب هژمونی که نیروی سپاه برون مرزی ما داشت و حتی یه در یک مقطعی بحث میدان دیپلماسی هم مطرح شد میدان در واقع حاکم بر دیپلماسی است حالا بعضی از کارشناسان معتقدن که بله واقعا این بدون اجازه میدان دیپلماسی آب هم نمیخوره بعضی هم میگن نه که لازم و ملزوم هم دیگرن بماند من یه مطلبی هم این پر رنگ روی من من هیچش هم بهش میخوره مال شما هم هست هژمونی منطقه ما و برحال به هر حال اون غیرت ایرانی که ما همیشه نسبت به مرزهامون داشتیم نسبت به تمامیت ارزمون داشتیم منو یاد موازش روسیه قبل از شوروی شوروی و روسیه بعد از اتحاد جماهیر شوروی میندازه و این رابطه قای قایم موشک بازی اینها با ما بلده. و غیبت افرادی مثل سردار سلیمانی در این مقطع میخوام یه ارتباط به اینا برقرار کنید ببینیم چی میخوای بگی سردار شما ببینید ما راجب به سردار سلیمانی حضرت آقا هم دیشب فرمودن که بزرگت این کار سردار سلیمانی ای بود که جریان مقامت تقویت کرد یعنی <تص> چی یعنی اینکه امنیت کشورها الزامن در داخل اون کشورها محدود و تعریف نمی و کشورها برای اینکه امنیتشون ثبات پیدا بکند مجبورند در خارج از مرزها یه سری اقداماتی انجام بدن که منجر به تضمین امنیت در داخل بشود به این میگن عقبه استراتژیک عقب شما الان میره آمریکا در هزار تقریبا هزار نقطه دنیا مستقر پایگاه داره برای چی برای ایجاد امنیت داخلی خودش برای ایجاد منافع داخلی خودش ما ایران میریم در سوریه و عراق حضور پیدا میکنیم میریم گاهی در قفقاز مانور انجام میدیم میریم در جاهای دیگه حضور پیدا میکنیم برای چیه برای اینکه امنیت داخلیمون تضمین بشه این یا اصله از اونور از اونور ما اومدیم در رابطه با ایجاد عقبه استراتژیک برنامه کردیم روی نیروهای مردمی حزب الله را در لبنان جنوب لبنان تشکیل شد به تأسی و الگو پذیری از سپاه ایران و سپاه ایران این کار کرد از کی از زمانی که شهید حاج احمد متوسلیان رفت سال 61 در کجا در سوریه در او پادگان ربزانی که سوریه ها بهش تحویل دادن حافظ اسد تحویل داد شروع کرد از اونجا شروع شد اما حاج قاسم بس دهنده و توسعه دهنده این کاره یعنی توسعه عقبه استراتژیک در عراق هشت چعبی در یمن انصرالله و یمن وجود داشت ولی تقویتش کردن در سوریه قوات الوطنیه بچه های زینبیون بچه های فاطمیون اینها مجموعه عقبه استراتژیکی است که با پول کار نمیکنه با اعتقاد کار میکنه اینها الان از قفقاز قدرت ایران هژمنون ایران از قفقاز شروع شده توسعه پیدا کرده تا بابل مندب و بعدش دریای سرخ و جدیدن دریای سیاه و تنگه جبل طارق و, و بعد کانال سوئز چرا برای اینکه موشکای یمن موشکای 2000 کیلومتریش به برخی از کشورهای اروپایی میرسه آفریقایی میرسه کانال سوئز میرسه اینا یعنی شما از این ورم توی منطقه هیچ کسی نمیتواند امنیت منطقه را برقرار کنه الا ایران الان کشورهای عربی عربستان و امارات امنیتشون دست ایران و جریان مقاومته یعنی اگر یمنی ها اراده بکنند آرامکو را میزنن پودر میکنن دوبی را با خاک یکسان میکنن امنیت اینا شما ببینید روسیه الان تلاش میکنه که بیاد خودش نزدیک کشورهای عربی بکنه که به اصطلاح امنیت اونها را برقرار کنه ولی امنیت اونها دست روسیه نیست هستن چین هم که میاد دست چین نیست هستن آمریکا هم که میاد آمریکا که اصلا نتونست نتونست امنیت عربستان و امارات را تضمین بکنه مگه وقتی که روسیه ها زدن آرام کرا آمریکا چکار کرد؟ دلیلش همین بود عربستان دقیقا همین بود و الان هم همینه بانده. الان هم همینه شما ببینید یه قدرت هژمونیک درست کردید این روسیه که الان میبینید آقای لاف... لاواروف و اینا دارن یه حرفایی میزنن نشون میدن که با اسرائیل نزدیک شدن مثلا ارز کنم که میگن که به اسرائیل نتانیاهو هیچ انتقادی از ما نکرد ما و اسرائیل گرفتار نئونازی ها هستیم تروریست ها هستیم و اینا یعنی یه تغییر موضع ظاهری دادن ببین اینا به این دلیله که روسیه حساب باز کرده سر اسرائیل سر لابی اسرائیل که با آمریکا ارتباط دارند روسیه میخواد از این طریق از اسرائیل استفاده بکند برای کند کردن ضرباتی که آمریکا بهش میزنه یا برای دوست شدن با آمریکا اسرائیل میخواد از قدرت پوتین استفاده بکنه برای کنترل کردن کجا جریان مقاومت و ایران که این دو سیاست هر دو شکست خورده ولی فلسفه اینا اینه ما ایرانی ها نباید ناراحت بشیم از این موزه گیری ها نه نه اتفاقا همین اتفاقا سوال اصلی من همین بله. اصلا خب طبیعیه برداشت عمومی هم اینه که بله. روسیه به عنوان یک کشور حق داره موازه خودش رو با توجه و تعریفی که دکترینی که نسبت منافع ملیش داره بله. تعریف بکنه و با, با هر کشوری هم رابطه داشته باشه بله بقول به قول معروف اصلی جامعه اینه که ما چرا نسبت به منافع ملیمون اون سیاستی رو نداریم یا اون دکتورین رو نداریم که نوسانات سیاسی روسیه ما رو مریض نکنه بله ببینید روس ها فرمول روسیه کلا روس ها در رابطه با امنیت خودشون دو تا چیزه یکی اینکه با ها می جنگن میجنگن اینور تو جنوب برای اینکه دور نخورن همیشه ایران را تصرف کردند. گذشتهشون اینو نشون داده. باید. روسیه به دریای آزاد راه نداره، راهش فقط ایرانه. بعد توی جنوبش هم اگه ایران نباشه، الان روسیه در قفقاز هیچ زوری نداره. برای اینکه تو اوکراین درگیره، قدرتش تجزیه شده، قدرتش گرفتار اونجا شده، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه اصلا گوش به حرفیه. روسیه نمیده ایران که الان قدرت تأثیر گذار و محوری منطقه است من میپذیرم که ما باید منافع دنبال منافع خودمون باشیم اینجا ما دنبال منافع خودمونیم ببینید من یه حرفی میخوام بزنم شاید بعضی خوششون نیاد ما الان <clears throat> در بهترین شرایطی هستیم که میتونیم به اسرائیل ضربات بسیار شکننده بزنیم بسیار شکننده اسرائیلی که الان گرفتار حماس شده و داره روزی 500 600 میلیون دلار خرج میکنه و در داخل خودش گرفتاری های زیادی داره تضعیف شده ابرتیپ گولانی به قول آمریکایی ها اومده 70 روز جنگیده 60 درصد ظرفیتش از بین رفته بیش از 700 800 تا تانک و نفربر و خودروی نظامیش از بین رفته بعد از این ور انصار الله 20 درصد از اقتصاد اسرائیل را نابود کرده چون 20 درصد از اقتصاد اسرائیل گذرش از باب المندب نابود کرده بندر ایلات از کشتی خالی شده یک میلیون نفر شهروند اسرائیلی تقاضای اینه کردن که برن و بر نگردن نزدیک 500 هزار نفر رفته نزدیک 500 هزار نفر در داخل اسرائیل از شهرهای لب مرزی بردنشون توی عمق 80 درصد شرکت ها تعطیل شده ببینید بهترین موقع است برای اینکه ایران ضربه آخر رو بزنه نمیزنه ما نمیتونستیم مثل همین موشک ناشناسی که در دریای هند زدیم به اون کشتی اسرائیلی به جای یه موشک 300 تا موشک بزنیم میتونستیم میتونیم ما الان آمریکا الان بیاد توی پاش برسه توی دریای سرخ اون ائتلاف دریایی را هم تشکیل بدهد هیچ کاری ازش بر نمیاد چون آمریکا میخوام چی بگم میخوام بگم بهترین موقع برای ضربه زدن به اسرائیل و به آمریکا آقای عبدالله من از شما سوال می کنم چرا ایران اینجا کوتا اومده چرا برای اینکه برای اینکه ایران سیاست گسترش جنگ ندارد برای اینکه ایران در حالی که با آمریکا میجنگه نیابتن از اون طرف یه نیم نگاهی هم به ارتباط داره مثل روز روشنه مثل روز روشنه اینو ما به عنوان کسایی که داریم درس سیاست را میگیم و میخونیم داریم درس امنیت را میگیم و میخونیم تحقیق میکنیم داریم دارم عرض میکنم یعنی در واقع ایران اون مسئله منافع ملی را رعایت کرده وگرنه الان جنگ بود شما الان آمریکایی ها اومدن این اعترافی که درست کردن این اعتلاف آمریکا اگر بیاد تو دو تا محور الان دو تا مشکل داره آمریکا تو ایران تو منطقه خلع هژمون داره الان خلع قدرت داره این خلع قدرت را روسیه میده و پر کنه چین میده و پر کنه اما دست ایرانه دست اونا نیست هستن این خلع قدرت آمریکا هم باید توی خاور میانه بجنگه هم باید توی آسیای جنوب شرقی بجنگه توی کل خلیج فارس و خاور میانه آمریکا پنجا و هفت هزار نیرو داره اما در دوره بر روسیه او کشورهای طرفدار خودش بیش از سیصد هزار نیرو پیاده کرده تمام توان ایش رو داره اونجا پیاده کرده آمریکا نمیتونه هم اونجا بجنگه هم اینجا بجنگه لذا ما بهترین موقعی است که می توانیم ضربه نهایی را بزنیم با آمریکا نمی کنیم برای چی نمی کنیم برای اینکه منافع ما بر اساس این چیزی که ما داریم می بینیم ایجاب می کند امام صادق علیه السلام می فرماید با دشمنت آنچنان دشمنی کن که یه جاده یه راه باریکی را برای دوستی هم بذاری و با دوستت آنچنان دوستی کن که احتمال بده یه روزی دشمنت بشه دقیقا به نظر من جمهوری اسلامی داره این رو رعایت بله تشکر البته یه سری استراتیجیست ها این پرسش رو هم دارن و بله. که اصولا دشمنی دشمنی ما با اسرائیل چه مبنایی داره چه بله. ریشه تاریخی داره بله عرض کنم که ببینی... ایرانو می ایران میگم ایران قول معروف کهن تا کنون رو دارم میگم واقعا می توانستیم ما این دشمنی رو نداشته باشیم زمین این زمن این که از مناف از مظلومین جهان هم حمایت بکنیم عرض کنم که ببینید مسئله یهودی های افراتی که همین صهیونیست ها هستن اینها در قرآن هم هست اینا قوم ترد شدن زیادی خواهند اینا اینها خود برتربینند دست ما نیست دست فلسطین نیست یهودی های افراتی زیاده طلبند میگه نمیدونید دارن چی میگن دارن میگن اینایی که ما داریم تو فلسطین میکشیم شبه انسانه انسان نیست نیست گفت ببینید ما در تاریخ هخامنش مالکیه 2500 ساله یروزی، یروزگاری، یه روزی یه روزگاری دولت حخامنش افتاد دست دو تا وزیر یهودی نفوذی برنامه ریزی کردن توی دو سه هفته نیمی از ملت ایران کشتن من سوال میکنم آقای عبداللهی در اون موقع ولایت فقی بود شور نگهبان بود نه. سپاه بود نه. نه. چی بود اینها زیاد طلبند اینا برتری خواهند اینا آدم سایر آدم ها را شبه انسان میدونند اینا میگن اینها باید فدای ما بشن فقط ما ایم بله. که خدا قوم برتر بله، آفریده بله، بله، بعد دوباره بیا جلوتر در صدر اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم این همه به یهودیا کمک کرد جا داد آب داد نون داد زمین داد کمک کرد ولی در تمام توطعه ها و جنگ ها و قذبات علیه, علیه پیامبر اینا بودن همین یهودی ها بودن بعد بیا جلوتر بیا جلوتر همین صد سال پیش این یهودیا که هفتاد پنج سال اومدن اینجا قبلش کجا بودن؟ قبلش من میگم در آلمان بودن اینا قبل قبلش کجا بودن؟ جانم قبل قبلش باز هم قبل قبلش همین رو با مردم دنیا کردن. آمان. همین اومدن آلمان. آلمان به اینا نون آب داد. اینا اومدن شروع کردن توته علیه آلمانیا. آلمانی هم اینا رو بیرون کردن. رفتن اتریش. همین اتفاق افتاد بیرون کردن. انگلیس همین اتفاق افتاد بیرون کردن. این تقصیر ما نیست. جنسش اینه. جنسش اینه. ببینید شما الان چه اتفاقاتی داره توی فلسطین میفته این اتفاقاتی که داره توی فلسطین میفته در هیچ جای دنیا در هیچ دوره و زمانی در هیچ حکومتی اتفاق نیفتاده همین یهودیا یه ذره قدرت پیدا کردن این بحث 34 سال پیشه اومدن جنوب لبنان توی یه ساعت خوردهی 300 تا شیرا سر بریدند جنس اینه من چه کارش کنم نه. او دشمنی که وای او کسی که وایساده مقابل من اینجوریه اسلحه تو دست گرفته میخواد منو بزنه من چه کارو بکنم من غیر از اینکه بزنم راه دیگه ای دارم منم باید بزنم یعنی ما مقصر نیستیم مقصر یهودیان انگیزه دشمنی اونا وجودشونه انگیزه دشمنی ما مگه میتونیم در برابر اونها سکوت کنیم ما اگه سکوت کنیم اینا دنیا رو نابود می... از اول ما را نابود میکنن <تصفح> یعنی شما اگر حزب الله لبنان و هشت شعبی عراق و انصار الله یمن و قوات الوطنی رو نداشته بودید الان تهرانی وجود نداشت شما فکر میکنید یهودی ها سهیونیس ها رو دارم بگم سهیونیس ها اگر یک ذره احتمال بدن ایران در نزدیکی های بمب اتم نیست یا این ظرفیت رو نداره با شما چی میکرد؟ میزد همون کسی که بهش اجازه داد بمب فسوری میزنه الان توی مردمه همون هم بهش اجازه داده که بمب اتم بزنه نمیتونه چون خودش او داره میگه او داره میگه ایران به اندازه تولید 5 6 تا بمب اتمی اورانیوم و ابزارش داره دقت میکنید یعنی شما اگر عملیات پیشگیرانه نداشتید اسرائیلی ها دست از سر شما بر نمی داشتن ما مقصر نیستیم اوناییم که دارن میگن که میدان میدان و دیپلماسی اینا تو بغل همن لازم و ملزوم <applause> همان ما یه قاعده ای داریم در دیپلماسی به نام چماق و هویج یعنی در حالی که با دشمنت میجنگی از اون طرف هم سعی کن ارتباطت قطع نشه مذاکراتت را داشته باش مگه ما تو زمان جنگ با عراقی ها سفارت دو تا کشور تعطیل شد <applause> نه تعطیل نشد مذاکراتی میرفتن میکردن همه آقای شمخانی چند بار رفته از طرف دولت ایران تو عراق مذاکره کرده ببینید ما باید چماق هویج را به درستی استفاده بکنیم ما داریم کردم من کردم که کارشناسان معتقدن که لازم ملزوم لازم مرزوم این نظریه درسته, بله بله بله. درسته. بله بله. نه اینکه بیا میگیم نه آقا فقط باید میدان باش. یعنی فقط باد برخورد کنیم اونور بیا نه دیپلماسی باشه آقا اگر میدان باشد دیپلوماسی نباشد شما الال عبد باد بجنگی حضرت امام فرمود قرار نیست ما هزار سال با امریکایی بجنگیم که اگر او ورش و اگر دیپلوماسی باشد و میدان نباشد شما هر روز بمبارون خواهی شد خب زردار خب سخنمون به درازا نکشد و قلوه بحث از بحثم خارج نشیم نمونه سردار قاسم سلیمانی رو ما مثال زدیم و همدلی و اتحادی که در تشجنازی ایشون بود رو هم نمیتونیم اصلا کسی نادیده بگیره اما یک پرسشی هم وجود دارد که سپاه و رزمندگان جبه و جنگ الان همکاری بحث تقنین و اجرا و همه شونات مملکت هستند در مجلس شورای اسلامی تعداد زیادی از سپاهی ها نماینده هستند در جای دیگر در اقتصاد در سازندگی در اقت... چیز... تجارت و در همه معادلات این تعیین چه تصویری به جامعه خواهد داد از کنم که اولا آقای عبدالله اینجور نیست که سپاه در دولت همه کاره باشه ابدا اینجوری نیست شما برید بررسی بکنید ببینید از استاندارا چند چندتاش سپاهیه شما برید بررسی کنید از وزرا چند تا سپاهیه سپاهیه به این منظور که مثلا سردارای سپاه بودن بعد مأمور شدن به اونجا این که مثلا یه کسی یه وقتی توی سپاه بوده این سپاهی نه بیشتر بحث خاصگاه سپاهی خاصگاه به نظر من اگر خواستگاه و, و حتی بسیج کنونی رو هم تفکر سپاه میدونه بره. تفکر سپاه بر این مملکت حاکم بود اوضاع اول خیلی بهتر از اینا بود میدید چرا برای اینکه سپاه اومد تو دوره هر جایی ورود کرد مثبت ورود کرده یعنی سپاه به شکل سازمانی عرض میکنم هر جایی ورود کرده مثبت ورود کرده سپاه کارش قدرت نظامی ایران بوده الان انجام داده به بهترین وجهی دارید میبینید بهترین عقبه استراتژیک را درست کرده برای ایران برای امنیت ایران از این ور سپاه را در دوره آقای هاشمی وارد کردن به مسائل اجرایی قرارگاه خاتم را تشکیل دادن سپاه در اون موقع هفتاد و هشت درصد پروژه ملی دولت را سپا انجام داد برای اینکه نزدیک هزار تا فقط دستگاه بولدوزو گریدر لودر کمپرسی اینا داشت اوورد توی سازندگی هرچی آدم به درد بخور مهندس داشت از سپا و بسیج اوورد و بعد هم الان قرارگاه سازندگی پنج درصدش پاستاره نوید و پنج درصدش نیروهای متخصص آزادن بیرونی ها هستن بله. بعد پنج هزار تا پیمانکار داره و به نظر من موفقیتش خیلی خوبه الان من, من به عنوانی پاستار عرض میکنم شما خودروی ایران را بدید دست من پاستار اگر دو ساله درستش نکردم خودم و خانوادم را یعنی چی درستش میکنم موضوعه. یعنی با مثلا کادیلاک و بی رقابت میکنید نه خیر ها. نه خیر نه مشکل ما مشکل مدیریته آقا این مدیریتی که میاد 110 هزار میلیارد تومن وام میگیره این دوتا خودرو ساز بعد هم بدترین خودرو را تحویل مردم میده این مثل روز روشنه که توی این سوء مدیریت وجود داره توی این فساد وجود داره چرا ببخشید هیوندا رو،, هیوندا رو سپاه کره درست کرد هیوندا را خیر کره درست کرد چرا مثلا ما باید انتظار داشته باشیم چون سپاه در جنگ خوب عمل کرده در خاتم هم در یک مقطعی که نیاز داشتیم واقعا خوب عمل کرده و در تمام طول تاریخ باید بیاد ورود بکنه چه کار باید کرد منظور من از این نه سالی نه نه نیست که چیز... چه نه کار باید کرد ببینید من معتقد نیستم که سپاه باد بیاد این کار من میگم منو به عنوان نمونه منو شما بذارید ببینید من چه کار میکنم اگر برنامه بخواد تا برنامه بدم برنامه بخواد برنامه من یه دانشگاهی هم که بله. من که قبل از که بیام سپاه دا مهندس مکانیک بودم دانشگاه شیراز درس می من که دانشگاهیم بعدش هم اقتصاد خوندم ببینید میخوام چی بگم میخوام بگم چون تفکر این بچه ها تفکر کاره کار, کار. زحمتی از, از اون زاویه داریم بگم از اون زاویه دارم میگم. اینا چطور تو مسئله موشک که ورود کردن شدن جز تا قدرت اول اما آقایون اقتصادی ما و صنعتی ما نتونستن مشکل خود رو رو حل بکنن؟ مگه ما با کره جنوبی در سال 52 با هم خود را شروع بله. نکردیم آقای مهندس توی 52. قبلی من دقیقا همین مثال من زدم یعنی هم کره و ما با هم در یه زمان شد ایران او, این این کجاست؟ و... بله. او کجاست و... ما کجاییم بله. الان ما کجاییم ببینید متخصص یه متخصص اومده پیش من ایشون مبدع حفاری افقی دریای نفته میدونید در دریا حفاری که میکنن یه حفاری عمودی داریم ساده است یه حفاری افقی داریم یعنی بعضی از لایه های نفت با حفاری عمودی تو نمیتونی حفاری بکنی پخشه تو افق تو صد پخشه بعد هم نمیتونی hey, هی حفاری و عمودی هی hey, دکل بیاری زمین دریا رو سراخ کنی باید افقی بزنی اومده تکنولوژیش را توی ایران ابداع کرده اومده رفته وزارت نفت پیش آقای زنگنه زنگنه بهش گفته اینه ور میداری میری حرفم دیگه نمیزنی با. کوویتی ها خریدنش با او تکنولوژی بردنش نمونه این تو تمام حوزه های ما وجود داره یعنی چی؟ یعنی اینکه کشور ما در کشور ما یه افرادی نفوذ کردن که اجازه نمیدهند پیشرفت صورت بگیره ما با چه زبونی بگیم بله اجازه نمیدن کجا هستن اونا همه جا همه جا آره من سردار سپاه میگم همه جا هستند تو تصمیم سازی ها خرابکاری میکنن تو تصمیم گیری ها خرابکاری میکنن اولویت های کشور را جابجا میکنن آدم های کشور را جابجا میکنند همین کافیه برای اینکه یک کشوری به فروپاشی برسه مگه امام علی علیه السلام چی فرمود فرمید چهار چیز مورد موجب ادبار و سرنگونی حکومت است تأخیر الافاضل تقدیم الارازل تضیع الاصول تمسک به فروع یعنی عقب راندن آدمای کاربلده زحمت کش به راندن اونا به جلو آوردن ارازل اونا که کاربلد نیستن به عقب راندن اولویت های اصلی به جلو آوردن اولویت های فرعی آقای مهندس اولویت الان کشور ما چیه مگه فقر و بیکاری نیست دامینه. او وقت ما باید تمام امکاناتمون رو ببریم روی یه مطلبی که اولویت نیست این خیانت نیست بله. این سوء مدیریت نیست شما آقا فرمود که برید مزیت های جدید را شناسایی کنید مزیت جدید در ایران الا ماشاءالله وجود داره بسیج سازندگی چهار سال یه پروژه تحقیقاتی داشته برای شناسایی مزیت های جدید ایران هزار نقطه را شناسایی کرده که هر کدومش در یک کالایی مزیت دارد از جمله اورامانات کردستان میتونه قطب گیوه سنتی ایران بشود چرا اقلیم اونجا جوری است اقلیمش آبش هواش خاک هواش جوری است که این چرمایی تولید میشه که این چرما رو میتونن بهترین گیوه ها رو درست کنن نه. کجا صادر میکنه عراق خب آقا اینو باید کمکش کنی مثلا 70 80 تا خانواده دارن تو خونه هاشون دستگاه گذاشتن گیوه درست میکنن جمع میکنن میبرن آقا اینو باید بکنی قطب تمامی دستگاه ها را نوسازی کنی وام بدی آموزش بدی اینا جای دیگه ای، پنیری وجود داره بهترین پنیر بهتر از لیقوان در یکی از روسای سمنان شناسایی شده اینا شناسایی شده شما باید این هزار مزیت را بیاری تبدیل به قطبونی کمک کنی تا از اینها میلیون ها شغل میلیارد ها دلار پول در بیاد برای جمهوری اسلامی برای مردم ایران جمهور اسلامی میخواد کار کنه برای مردم ایران اما این اتفاق نمیفته من خودم جمله از اون افرادی هستم خود شما میدونید من اندیشکده دارم اومدم کار کردم نزدیک 123 تا مگا پروژه آماده کردم رفتم به رئیس جمهور دادم دفتر آقا دادم فرموندی سپاه دادم همه اینا دادم فقط یه نفر از طرف آقای مخبر به من زنگ زد که آقای خورشیدی شما این طرح که دادی این طرح ما یه مطالعه مقدماتی کردیم دیدیم قابل بحثه بیاید یه جلساتی بذاریم شکن بر رفتن که رفتن رفتن که رفتن یکی از جمله قضیه بلوت هم همینطور سازمان جنگل ها اونجا ما رفتیم بحث کردیم من دیدم اینا مثل که میخوام ما را بزنم مثل که من دارم یه حرف کفرآلود میزنم آقا من میگم در ایران 6 میلیون هکتار جنگل بلود داریم بهترین منبع برای ایجاد شغلای میلیونی و درآمدهای میلیارد دلاری است چرا اینا با کارگیری نمیکنید دنیا داره به کار هم میریم هم تورم. بس قنای جنگل هاست قناع جن؟ بله. که واقعا الان تونو که بله. تونو شدن تونو شدن برای بله هم بس خود همون اصلا بهره وری توسعه جنگل توسعه جنگل ها و بحث نگاه داشت جنگل بس خود مشتقات بلوط بله. بله. بله و اون فراورده ها فراورده ها 37 تا فراورده داره بله. بله. آقا شیره بلود کیلو یه میلیون تومن تو ایران تو خارج کیلو 2 میلیون تومن فراورده بلوط تو اروپا هر کیلو 7 تا 8 تا یورو یک کیلوش بله چرا کار نمیکنید؟ آقا ما کار به چوب بلود تنه بلود درخت بلود نداریم داریم فریاد می با میوه کار داریم میوه بلوتی که میفته از درخت میپوسه از بین میره ولی شما یعنی دولت دولت تمام دولت های جورن حاضر نیستن بیان روی برنامه ریزی کنن از اینها از سی تا فراورده داره سی تا کارگاه بخوایی رابندازی زر داره دو هزار تا کارگاه بکن ببین چه میشه یعنی یه شغل تقریبا سه چهار میلیون نفری ثابت دائمی سه چهار میلیون نفری مولد ماندگار پایدار به وجود میاد مفید برای طبیعت و برای محیط زیست اصلا یه بخشی از این درآمد رو وردار خرج توسعه جنگل کو اصلا شما چرا نهالکاری را فرهنگ نمی کنید آقا توی آمریکا من خوندم یه پیرزن و یه پیر مرد اینها توی خونشون گلدونای مختلف دولت به اینا داده بذر بلود داده اینها میکارن داخل این گلدونا بعد میبرن میدن نهالستانی که دولت درست کرده نهال نهال نه ماهه یعنی یه بذر تا تبدیل به نهال بشه نه ماه طول میکشه میبره توی دولت میبره میکاره وسعت جنگل های رو افزایش میده تو ترکیه هم از درخت بلوط میکنن میبرن توی صنعت چوب استفاده میکنن به جای یه درخت سه درخت زود, ب... زود, زود بازده. بازده و زودرس زود من دارم میگم هم توسعه جنگل هم نگهداری جنگل هم ایجاد اشتغال هم ایجاد ثروت این چهار معموریت رو ما میتوانیم انجام بدهیم که جنگل های بلوط ما شما الان داره میگه که آقا اگه 2000 م... کارشناس من دیدم میگه 2000 میلیارد تومن داشته باشیم ما جلوی آفت بلوط رو میگیریم میدونی بلوط های ما آفت زدن بله بله سوسکای بلوط خار اومدن از بین بردن استان ایلام نزدیک 60 هزار هکتار از بین برده کویر و بایرحمت استان ما استان خود بله. شما بله از بین بردن. آقا این سمپاشی میخواد این مایه پاشی میخواد پول میخواد خب بیا این کار رو بکن capacity. پول در بیار و بر اونجا خرج بله سردار انتهای برنامه رسیدیم و به یاد سردار شهید سردار سلیمانی اینجا دور هم نشستیم و صحبت میکنیم یه با, نگاهی که به به نگاه ملی که سردار داشتن با اون نگاه یه تصویری از حال حاضر ایران به ما بده کوتاه یه تصویری هم از آینده ای که خود شما فکر میکنی در انتظار ماست من به نظرم ایران فعلی در حوزه نظامی الان هژمون قدرت برتره ولی او بال دومش که حوزه اقتصاد ضعیفه اگر اون حوزه اقتصاد را ما میتونیم میتونستیم درست بکنیم که میتوانیم برنامه میخواد میتوانیم میشه هشت ساله طرح شما نوشتیم هشت ساله مشکل ضعف اقتصادی مشکل بیکاری و فقر را حل کرد اگر نکنیم این کارو از نظر نظامی قدرتمند میشیم اما از نظر اقتصادی ضعیف میشیم بنیه اقتصادی مردم ضعیف میشه آمار فقر هی میره بالا آمار بیکاری هی میره بالا مستاجرای تو تهران باید برن توی ها مستاجر بشن از ها برن تو قبرستون این یه واقعیتیه و اگر ما همینطوری ادامه بدیم اوضاع و احوال ما اصلا قابل دفاع نیست و نسبت شکاف اجتماعی به این خیلی فراوان خیلی فراوان خیلی فراوان و ما ضرب پذیریمون بالا میره خیلی بالا میره شما اگر ما رسیدیم به یه وضعی که از نظر اجتماعی بهش میگن نقطه جوش حد اکثری اجتماعی اون دیگه جمع کردنش اصلا با جمهوری اسلامی نیست یعنی دیگه باید بسپاری به دست خدا ببینیم میتونه امنیت رو برقرار بکنه یا نمیتونه من. ولی برای من خودم خوشبینم به دلیل اینکه مزیت های ایران را میشناسم استبلیو اوتی اقتصاد ایران میدونم یعنی نقاط قوت ضعف تهدید و فرصت اقتصادی ایران را میدانم شناسایی کردم و روی نا کار کردم آنالیز کردم میتونیم هشت ساله کشور را به جایی برسانیم که اصلا مهاجرت نداشته باشیم همه تو ایران زندگی کنم کتابش هم نوشتم دفاع هم میکنم ده. هر کس هم خواست بیاد مناظرش بکنیم تشکر تشکر از شما که با حوصله و تحمل سوالات منو من پاسخ دادید تشکر از شما بینندگان عزیز که همواره ما رو دنبال